چون هر شخص، هر چیز، هر مکان، هر تجربه یک شبکه نورولوژیکی توی مغز داره. هر تجربه که داری با هر شخصی یک احساس تولید میکنه. برای همین بعضی از آدم ها استفاده کنن از رئیسشون تا بازتایید کنن اعتیادشون رو به قضاوت. اون از دشمناشون استفاده میکنن تا بازتایید کنن اعتیادشون رو به نفرت. اون از دوستاشون استفاده میکنن تا بازتایید کنن اعتیادشون رو به رنج. برای همین اونا نیاز دارن به دنیای بیرونی تو احساس کنن یه چیزی رو. به هر حال، اما برای تغییر باید بزرگتر از محیط بیرونی باشم، باید بزرگتر از شرایط محیط دنیای بیرونم باشم. وقتی که محیط انقدر وسوسه برانگیزه، بنابراین چرا مدیتیشن یک ابزاره؟ اوکی، بیا بشینیم، بیا چشمامونو ببندیم، بیا قطع بشیم از محیط بیرونی. بنابراین اگر کمتر ببینم، یعنی تحریکات کمتری وارد مغزم میشه. وقتی که موسیقی آروم داره پلی میشه یا ایرپلاگ دارم به گوشم، اطلاعات حسی کمتر میاد به سمت مغزم. برای همین من قطع میشم از محیطم. اگه بتونم بدنم رو بنشونم آروم و بهش بگم که بمونه همون جوری، مثل یک حیوان کوچولو همونجا بمون، من بهت قضا میدم عزیزم. وقتی کارمون تموم شد، تو میتونی بیدار شی و شیطونی تو بکنی، میتونی تمام پیغامات هات رو جواب بدی، میتونی، اما باید اونجا بشینی الان و از من اطاعت کنی. هاپ. و اگه این کار رو درست انجام بدی، تو اون موقع داری چیزی رو در واقع نمیخوری، بویی نمیکشی، چیزی رو مزه نمیکنی، پا نشدی تا تجربه کنی و چیزی رو احساس کنی. تو باید با من موافق باشی که اون موقع داری توصیف میشی با یک آگاهی، یک فکر، و بنابراین اون موقع بدن میخواد که برگرده به گذشته احساسیش و تو آگاه میشی ازش، که توجهت روی اون احساسه و جایی که توجهت رو قرار میدی، اون جایی که انرژیت رو قرار میدی و تو داری انرژیت رو از لحظه حال سایفان میکنی به گذشته. وقتی آگاه بشی از این و برگردونی بدنتو به لحظه حال، چون اون میگه که ساعت 8 تو به صورت نرمال عصبی چون توی ترافیکی و الان اینجا نشستی، عادت داری به این که عصبی و خشمگین باشی و حالا از برنامه خارج شدی. ساعت 11 تو معمولا الان داری اینستاگرام رو چک میکنی و همه رو قضاوت میکنی، بدن دنبال اون میگرده، اون وضعیت آشنای شیمیایی. و هر بار که آگاه بشم از این که دارم این کار رو انجام میدم و بدنم داره وسوسه اون احساسات رو میکنه و برش گردونم به لحظه حال، دارم به بدن میگم که اون دیگه ذهن من نیست، که من
ذهنم و حالا اراده من داره بزرگتر میشه از اون نرم افزار کامپیوتری و اگه ادامه بدم به انجامش دوباره و دوباره دوباره و دوباره دوباره و دوباره درست مثل تعلیم دادن یک اسب یا یک سگ اون میره که بگه عزیزم من میشینم چشم و لحظه که این اتفاق میفته و بدن دیگه ذهن نیست وقتی که نهایتا میسپره خودش رو اون موقع شاهد یک آزادسازی انرژی هستیم ما از ذره میریم به موج از ماده تبدیل میشیم به انرژی و خودمون رو آزاد میکنیم از زنجیرهای اون احساساتی که ما رو نگه داشتن و چسبوندن به گذشته آشنا و با این رو هزاران بار دیدیم و در واقع میتونیم پیش گوییش کنیم توی یک اسکن فانکشنال مغزی ما یک لوب جلوی پیشانی بسیار بزرگ داریم که 40% کل مغز ماست و بیشتر آدم ها وقتی که یک فکر دارن اونا فکر میکنن که حقیقت داره و فکر میکنن که یکی از فکر میکنم وقتی که تو یک فکر داشته باشی لزومت این معنی رو نمیده که حقیقت داره خب تو 60 تا 70 هزار فکر میکنی توی یک روز که همینطور هم هست و 90% اون افکار همون افکار روز گذشتن و تو باور داری به اینکه افکارت ارتباطی داره با سرنوشتت زندگیت قرار نیست که تغییری بکنه اونقدر چون که همون افکار منجر میشن به همون انتخاب ها و همون انتخاب ها منجر میشن به همون رفتار ها همون رفتار ها همون تجربیات رو خلق میکنن و همون تجربیات همون احساسات رو تولید می کند و بنابراین عمل آگاه شدن از این پروسه تا شروع کنیم که بیشتر هوشیار باشیم از اینکه چطور فکر می کنم چطور عمل می کنم و چطور احساس میکنم بهش میگن متاکاگنیشن و بنابراین چرا مهمه؟ چون هرچه بیشتر آگاه باشیم از اون وضعیت‌های ذهن و بدن که ناخودآگاهن کمتر میریم تا ناخودآگاه بشیم در طول روزمون و اون فکر قرار نیست تا از صفحه حضور هوشیاری تو بدون اینکه دیده بشه و چک بخوره رد بشه و فرار کنه چون که معنیش اینه که خودت رو بشناس
کلمه مدیتیشن معنیش اینه که آشنا بشی با آشناییت، و بنابراین وقتی که آشنا بشم با افکارها و رفتار و احساسات من قدیمی، دارم اون خود قدیمی رو بازنشسته میکنمش. وقتی که آتش بازی و سیمپیجی کنم افکار جدید رو و بدن رو شرطی کنم به وضعیت جدید احساسی، اگه به اندازه کافی این کار رو انجام بدم، اون شروع میکنه به آشنا شدن با من. بر همین بسیار مهمه، درست مثل یک باغ، وقتی که داریم یک باغ رو میکاریم باید رها بشیم از علفهای هرس، باید گیاهانی که مردن و از سال پیش بدنشون اونجاست بیاریم بیرون، سنگ هایی که چسبیدن به بالای خاک مثل محل های مسدود احساسی و انرژیای بدن ما، مثل خاک که باید نرم بشه و شکسته بشه، باید شخم بخوره و باید جا باز کنیم برای کاشت یک باغ جدید. و برای همین اون لحظه ما بیشتر در مورد خودمون یاد میگیریم و دیگران. وقتی که توی حالت ناراحتی هستیم، چون که وقتی که تو اون وضعیت ناخوشایند و ناراحت هستی، به صورت نرمال یک نرم افزار میپره جلو. وقتی که یک نرم افزار بپره جلو، شخص نمیخواد که توی لحظه حال باشه و به صورت آگاهانه باش در حضور باشه. برای همین وقتی که به آدم ها یاد بدیم که چگونه این کار رو انجام بدیمش با یک پروسه مدیتیشنی، اینطور از آب در اومده که وقتی که اونا توی زندگی هاشون هستن، اونا کمتر میرن تا به صورت احساسی واکنش نشون بدن، اونا کمتر میرن تا اونقدر سفت و سخت باشن و باور داشته باشن و افکاری که دارن فکر میکنن، و اونا بیشتر هوشیار هستن وقتی که برمیگردن به عادت و ناخودآگاه میشن، و این اون چیزیه که پروسه تغییر رو آغاز میکنه. و بنابراین باید از یاد ببریم قبل از اینکه دوباره به یاد بگیریم. باید بشکنیم عادت خود قدیمی رو قبل از اینکه یک من جدید رو ابداع کنیم. باید هرس کنیم و بچینیم و کور کنیم ارتباطات قدیمی رو، و بعد ارتباطات جدید رو شکوفه بزنیم. باید آتیش ها رو خاموش کنیم و سیم ها رو قطع کنیم و دوباره آتیش بازی و دوباره سیم پیچی کنیم، و باید اون احساساتی رو که در درون بدن ما ذخیره شدن از خاطره ببریم و بدن رو شرطی کنیم به یک ذهن جدید، به یک احساس جدید. آن اینستال و دوباره اینستال، این اون حرکته و این یک پروسه دو قدمیه.